همه اینا یه واسطه و پلیه که بریم سراغ سی 7 مون این سی 7 شون ها بعد از اینکه رونالدو برگشت به یووه ما هم گفتم بود کریستیانو دیگه کریستیانو دو سه بار هی پشت سرم گفتی کریستیانو گفتم تو جان جان آره گفتین چند تا داری از کریستیانو استفاده بعد برای اولین بار بود که تو میگفتی کریستیانو خب من یه هوادار جوگیر فوتبال امروز هم دیگه واقعیت راجع به اینه هیچ کامنتی ندارم روی اعترافم ولی واقعا میخوام منظورم اینه که رونالدو یه مستند مشابه این داشت خب ده ده. و حالا میخوایم راجع به این امه. حرف بزنیم که درست. به نظر من نمیدونم مش... که خیلی رب دارن آراش خیلی مثال خوبیه دقیقاً میخوام بگم نمیدونم مشاور اون مستند کی بود امه. کی توی گوشش خونده بود که بیای همچین نمیدونم ساورون بوده احتمالاً هر چی چیز جدی میگه به خاطر اینکه اگر قرار بود رونالدو یک کار بکنه و تمام اون تاثیر حرفه ای خودش رو خراب مختوش کنه مختوش کنه حالا دقیقاً مختوش بهتره شاید تا خراب و ویران نشه تباه نشه قطعاً ولی به شدت مختوش شد فصلی که ببین اون فصلی که میره توی گاراژشون با پسرش بابا یه ای اسم این ماشین چیه اینو بگو اسم این یکی ماشین خدایا <تصفح> چی من دارم تماشا میکنم داریم از بازی کریستیانو رونالدو تماشا میکنیم که کریستیانو جونیور نشون میده جونیور بود یا یعنی نه اسم سینیور طبیعتا نمیشه که جونیور میشه نه نه میگم همون یعنی جونیور آره همون کریستیانو رونالدو فکر کنم به هم خوب دیدی بازیش بله خودت تعریف کردی آره جوالستم چنتش بعید نیستش نسل بعدیشون به حال من همیشه گفتم ژن دی ان ای حتما فرای هر چیز دیگه ای اس چیز به نام استعداد وجود نداره ولی ژن و دی ان مثلا بهترین مثالش کرویوفتی <تصفح> مثال نقصش حالا اوکی حالا حال تو قطعا نمیتونه از جورج کرویو به لحاظ فوتبالی نمیتونه پدرش بشه ولی همین با هر حال درست میگی نه نه نه, نه 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 اینه اوکی نه نه, نه. نه, نه بذار اینجوری توضیح بدم خب با اون میزان استعدادی که در فوتبال داشت جورج کرویوف خب اگر پشت پیرانش کرویوف نبود مثلا چه میدونم در سطح چهارم لیگ بلژیک هم بهش تیم نمیرسید تیم نمیرسید درسته نه اینکه در منچستر یونایتد بارسلونا تیم ملی هلند پس اینم بخشی از جن و دیگه ای بعد سابقه خانوادگی بله 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 اسم مهمه این میشه رانت دیگه جوری دیگه حالا ولش کن دیگه آره چه به خودمون تو درد نمیدونم یه دیوانگی قرار قرار گذاشته بودیم بزنیم با هم مهربون تر باشیم بعید میدونم که به قولمون تو حالا بعد همینجوری داریم هم میپریم اوکی کجا چی دیگه آها مصاحبه کریستیانو رونالدو فا ببین اصولا من میخوام سوال از تو بپرسم حالا در جای اون کلاه منتقد سینمایی تو لحظه بعد سر بذار آره آره خیلی خلاص بود اصولا به نظر درسته که مستندی که حالت زندگی نام تور داره در مورد یک شخصیت بحث فوتبالیست و ورزشکار هم نیستش خواه هنرمند باشه خاص سیاستمدار باشه هر چی چون ببین اصلا مثالایی که تو ذهنم داره میاد بزنین مثالا رو بگم بعد سوال از بپرسم چون همین الان اون فیلمی که تو من پیشنهاد کردی و واقعا سپاسگزارم فیلم خاشم. The Kid Stays in the Movie راجبه باب اوونز The Picture آره پیکچر پیکچر را. آره. را. آره راجبه باب اوونز افسانه که بسیار لذت بردم خاشم. ازش خب ولی اونجا همین سوال برام پیش اومد که چرا باب اوونز داره راجبه زندگی خودش جلو دوربین حرف میزنه یا مثلا فیلمی که اخیرا نسخه جدید آنکاتش اکران شده توی بریتانیا فیلم مستر جورج مایکل به <applause> فریدم که الان فریدم انکات نمیم، چه فرقی با فیلم 4 5 okay, okay. سال پیش خب بلدبا. به همون بهانه منظور این بود اونم هم همینه یعنی جورج مایکل خودش کارگردان خودش روایت میکنه از زندگی خودش. اصولا به نظر درست, درست به لحاظ هنری به لحاظ ادبی هر بله چیز بله دیگه درسته دیگه. چون این اصلا از اون ادبیات شروع میشه دیگه چون میدونیم توی ادبیات پاسخ دارم آره بله. بله. درست این کار یا نه یا غلطه آره آره به نظرم غلطه اوکی. این اول اینو بگم صریح و سریع نکتهش اینه که تو ادبیات هم خب میدونیم آدم های شناخته شده یک نویسنده در سایه هم معروف گست رایتر استخدام میکنن برای اینکه زندگیشون رو اونجور قشنگی که خود اون آدم میخواد بنویسه خود اونم پذیرفته نیست در يعني... با ادبیاتی شکیل دیگه آدمایی که شاید ادبیات خودشون انگار دقیقاً خب نویسنده نیستن آدمای رو تعریف می‌کنم و یکی براشون روایت می‌کنم و میگه بیا این جمله دقیقاً داردشون. خوراک بهش میدن اون آدم فیش برمی داره کد برمی داره میره شروع می‌کنه یک در روایت یا یک درامی درمیاره زندگی اون آدم و اونو روایت می‌کنه خیلی قابل اعتماد نیستن به خاطر اینکه از طرف خود ذهن اون آدم در اومدن و معمولاً آدمها خودشون روتوش میکنن. رو روتوش می‌کنن چیزهای منفیشون رو می‌ریزن دور چیزهای مثبتشون رو بولد برجسته می‌کنن در چه در ادبیات و چه در سینما مم. به نظر من پذیرفته نیست حال چه توی فیلم‌های درام داستانی و چه تو فیلم های داکیومنتری مستند و اینا به مثلا هم مستند پله که تو اشین فکر سری اول اصلا پادکست آوکی. بود دو سال پیش بهش صحبت می‌کردیم بهش که مستند خوبی هم هست خیلی اطلاعات جالبی درباره پله داره و اینا ولی خب اون قسمت های انتقادی نسبت به زندگی پله رو خیلی وارد زندگی اجتماعیش به خصوص دقیقاً زندگی اجتماعی سی, اجتماعی سی پله رو با وجود هم موقع ما گفتیم اساسا مقایسه پله با یادای مثل کلی مقایسه اشتباهی خیلی تلاش می‌کرد به اینجا برسه دقیقاً چون کانتکست و خاصگاهشون اساسا متفاوته و جامعه‌ای که توش بزرگ شدن و همه حالا اون چیزهای دخالت ورزشکار در سیاست و فلان متفاوته در نتیجه همچون انتظاری از پله مثل محمد علی کلی نمیشد داشت ولی نکته اینکه جا هم میدی خیلی سریع میگذره از اون قسمت‌های مورد انتقاد زندگی پله در حالی که خب یک مستند بی‌طرفانه مثل مثلا مستندی که آسیف کاپاتیا راجع به دیگو مارادونا ساخت اون تنها روی کرده مناسبه دیگه یعنی مستند ساز خودش یک شخصیت حقیقی واقعی با یک میزان خلاقیت و رویکرد خاص فردی منحصر فردی که خودش داره در اون تشخیص میگیره زندگی اون آدم سوژه رو چجوری روایت بکنه در تو اون مستند دیگو مارادونا ما هم سویه های شاهکاره دقیقا مارد... دیگو مارادونا دو تا شخصیت هم. دقیقا یعنی هم مثبت دیگو رو میبینیم هم منفی مارادونا رو میبینیم و بهمون توضیح میده که چجوری مارادونا دیگو رو بلعید و حالا همه اون روایت شاهکاری که از زندگی مارادونا داره یاد اون جمله فرناندو سینیوری مربی مارادونا موقتاً هم جان سیخ میشه که گفت من با دیگو تا ته جهنم رو هم میرم تا ته جهان هم میرم ولی با مارادونا یک قدمم برنمیدارم درود ولی خب و جواب دیگو چی بود مارادونای باید باشه که از دیگو حمایت دقیقا مارادونا همه اون چیزهای منفی جمع میگیره برای اینکه از دیگو مراقبت بکنه ولی خب همچین مثلا گزینگوی شاهکار یا همچین نقطه عطف دراماتیک درخشانی و ما توی این مدل های تیپی که مستند نخواهیم داشت بخاطر اینکه میگم فقط چیز مثبت نشون میدم بعد دیگه زیادی هم سربرو. سربر و مم. پس <applause> هیچ کسی دوست نداره یکی جلو دوربین بشینه پوز بده راجع به زندگیش همین آره 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 اصلا خیلی خیلی من این شد. کارو کردم اون کار میگم حتی مستند بابا خیلی دافع برانگیزه بهترین کلامی که, که میتونم ازش اتفا کنم خود برانگیز. برانگیزه 100 درصد واسه حالا اسم آسیف کاوادیا که گفتی واقعا شاید بهترین نمونه اصلا مستند سازی حالا هم ورزشی چون ها بل بل سنا هدیه بله سنا تریلوژی سگانش سنا امی واین هاوس امی, هاست. امی باین هاست و سنا بله بله به لحاظ در... نمیدونم حالا در مدرنی چی میخواد بگه در هزاره سوم شاید واقعا به نظر من بهترین مستند سازیه که تو میتونی ببینی میتونی مقایسش بکنی مثلا اینم بگیم دیگه بریم سراغ دار داری, داری که همه حرفا رو داریم میذاریم که راجع به کریستیانو رونالدو صحبت کنیم یه رویکر تریستران شندیواری داریم قراره که قصه رو در نهایت نگیم و هیچ وقت شروع نشه اصلا هیچ وقت قصه رو بگیم بله 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 عالی بود ریسرچ لارنس است ا اینم بگم که حتی میدونی وقتی که مستندساز خودش سوژه فیلم نیست ولی قصد داره مثل امی و اون فیلم اونم فیلم ما اونم مارادونا بود فکر کنم خیلی هم بده چیه همین دیگه یعنی <applause> <applause> شما کارگردانی ستاره فیلم نیستی سوژه فیلم نیستی ولی میخوای ستاره اول باشی فیلم با خودت شروع میشه همش خود جلو دوربین میشه همش خود پوز بده که ببینید من چقدر آدم باحال دقیقاً کولی هستم با مارادونا روابطی دارم میشین با هم گپ میزنیم دقیقاً <applause> یعنی اگه اون تیکه باحال زندگی خود دیگو رو که خود دیگو جلوی دوربینه بدون اصلا مم. چیز فیلمی اینا مثل بهترین تیکش که همون بارها راجع صحبت کردیم دیدیم مثلا اینجا دیگه جایی که وایس داره آواز میخونه و دالما رو آخ آخ دالما رو صدا میکنه و دالما نمیاد بعد دیگو بغض کرده و میگه بیا بیا و دقیقاً جایی که دالما میاد تو بغل دیگو, دیگو و دیگه مثلا خروش و ریزش که عشقاست دیگه اوکی دقیقا ولی خب اون مستند بیشتر راجع به امیر کوستاریتا یا مستند ساخته ب... ب... به جهان بگه ببینین من چقدر باحالم عاشق دیگو مارادونا خب باشه میدونستیم قبلا لازم هم مثلا 100 دقیقه مستند بسازیم و دقیقا آه. تنها لحظات خوش هم اونجاست که امیر کوستاریتا دیگه روی روی استیج نیست دیگه دقیقا. و اون پایان بندی و اون عشق مارادونا و بله 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 کجایی اوکی سی آر 7 سی آر 7 نمیدونم. مثلا برای شما کریستیانو رونالدو هر چیزی ببین اصلا بحث اوکی به خاطر اینکه قطعا مهمترین موضوع فوتبالی یک هفته اخیر کل فوتبال جهان بوده همینطور. بدون شک یعنی ما به هر حال در بازار نقل و انتقالات تابستان 2022 به سر می‌بریم بازار که الان چه عرض کنم آشفته بازار شده تعریفش باشه همونجوری که داشتیم با هم صحبت می‌کردیم و تو این ایده و انگاره رو مطرح کردی گفتم به هیچ وجه باهاش مخالفتی ندارم این که این میتونه شلوغ‌ترین پر رفت و آمدترین پر ترافیک ترین بازار نقل و انتقالات و پنجره ای باشه بازترین پنجره ای باشه که نمیدونم ده هاست به یاد داریم دقیقا دقیقا رو هم, هم به خصوص در سالهای اخیر یعنی هم میبینیم همه تیم ها در تکاپو یه سری تغییرات اساسی هست و پیامد این تغییرات اساسی اساسا شکل بازی تیم ها با ورود بازیکن جایی جدید تغییر خواهد کرد سیتی با ارلینگ هالند یه تیم دیگه خواهد بود جا افتادن داروین نونیز در لیورپول خط شکل بالای لیورپول و متفاوت خواهد کرد بایر مونیخ با این میزان تغییرات یه تیم دیگه خواهد بود در داریم راجع به تغییر شکل اصلا ماهوی و بازی تیم ها صحبت تغییر شکل ماهوی و بازی تیم ها صحبت میکنیم. در خیلی تابستون پنجره مهمی از حتما حتی اگر یک تغییر اساسی و کلی و رادیکال نباشه وارد یک تعدیلی میشم مثلا مثال بایر مونیخ عالیه به خاطر اینکه اگر قرار رابر لواندوفسکی وجود نداشته باشه بله. و مثلا یا جانشین مستقیمش بشه قطعا نوع بازی بایر تفاوت بسیار بسیار جدی پیدا خواهد کرد طرح. ولی میگم تابستونی که قرار بود همینجوری که گفتی به تو با داروین نونیس و ارلینگ برات هالند و یادمون نره کلین امباپی که نرفتنش خودش یه جور رفتن شد همینطوری و خود پی اس که آراش بعد حالا صحبت بکنیم راجبش سرش یعنی من میخوام یک منطق روای خوشبینانه رو درباره پی اس جی مهربون شدی کلا یعنی واسه تو درست میخوای راجبه پی اس آره جی آره آره. مهربانانه صحبت بکنی دقیقاً درک داشته باشی نسبت بهش همینطوره یعنی دقیقاً میخوام درکشون کنم بر اساس نشانه های مثبتی که به نظرم در چند وقت اخیر درباره پی اس وجود داره همینطوره یعنی درباره پی اس هم حالا جلوتر صحبت میکنه حتما و پویان اینم حالا یادمون هر آخره اپیزودن قطعا اشاره میکنیم که ما در یک ماه آینده هفته ای یک اپیزود هستیم بله همین جمعه ها هستیم فقط جمعه ها هستیم 4 قسمت 4 قسمت هستیم و موضوعیت اصلیمون هم تو این 4 قسمت ما سعی میکنیم که کلیات و اون سرتیترهای مهمترین سرتیترهای بازار نقل و انتقالات تراوسن 22 رو جمع جور بکنیم تا یه گپ بزنیم و همه هم این داستانا های... کدی از قسمت 5 6 اون برمیگردیم به اون فرم قبلی خودمون هفته دو اپیزود رول همیشه موس شنبه ها و دقیقاً جمعه ها حالا رول همیشه چه معنی داره تو پادکستی که اپیزود اولش هیچ ارتباطی هم نداره پادکست های قبلی که تولید شده نمیدونن آره. بله به هر حال دیدی این چیزا رو میذارم مثلا سردر اغذیه نمیدونم مثلا اف سی 360 تو پرانتز این فوتبال نه, نه نه اف سی 360 تو پرانتز فوتبال 120 نیست. سابق سابق نه فوتبال 120 نیست آ نیست هر گونه اوکی مثلا <تصفح> اول حالا که هر گونه شباهتی به اعضای این پادکست اسم هاشون آره. شخصیت هاشون صرفا اتفاقی است آره حالا این نزبه. یه دقیقاً یه روی کرده ولی چون اونا میخوان از همون مثلا امکان بازاریابیشون استفاده کنم مثلا مغازه اغذی و اینا میگن نه هست حالا شما شب... من مثال من از اون خیلی خوشایند مثال تو قبول نمیکنه خوشم نمیاد اوکی میگم بس ام او پی بیشتر راجع بهشون صحبت میکنیم آره و کلیت این این بود یعنی چیزی که ما در اپیزودهای قبلی یک پادکست دیگه ای که هیچ شباهتی نداره <تصحنت> پادکست حال حاضر اون راجع بهش حرف میزدیم اینه که این تابستونیه که نقشه فوتبال حالا اروپا رو در یک دهه آینده ترسیم میکنه یعنی انتقال امباپه انتقال هالند اینها صرف جابجایی دو تا بازیکن نیست صرف اینه که آینده دارترین حداقل نیروهای هجومی فوتبال اروپا قراره حداقل سه چهار سال آینده کجا بازی بکنن داستان امباپه دو چهار سالی پیچیدگیایی شد که آره. تو از،, از یک زاویه خب کاملا درک میکنم یعنی چیزی که با هم صحبت میکنیم آره. حالا جلوتر راجع بهش حرف میزنیم آره. که میتونه یک معنای خوبی برای پی اس جی داشته باشه حتماً،, حتما بعد ببینیم دیگه بعد مونتاژ پی اس جی بعد منتظر ببینیم ببینیم چه اتفاقی میفته آره. چون, چون حرف زدن ها. که خب اوکی حرف زدن آره با حل حل کردن دهن شیرین نمیشه باید ببینیم در عمل واقعا اون که اوکی ناصر الخلفی چون جمله تابستون 2022 ناصر الخلفی گفت به نظر من که نو مور بلینگ بلینگ یعنی ودا ودا باشه باشه <applause> باشه باشه حتما آره نه حتم. نه اوکی در عمل عره. نشون بدین خرید ویتینیا عالیه هم خرید ویتینیا هم استخدام کریستوف گالتیه هم حضور لوئیس کامپوس. کامپوس اینا خ... نشانه های مثبت دیگه آره. اوکی اوکی باشه ولی س... سوال من اینجاست دو تا الان در پروژه پی اس رونالدو نه, نه دیگه قرار هم... شد که راجع به پی اس صحبت کنیم همش نه همش هم ارتباط پیدا می‌کنه ببین اصلا ببین موضوعیت بحث اینه خب رونالدو میدونیم آینده در یونایتد نخواهد داشت تمام تموم. تمامه سه روز چهار روزه سر کار نبه آ شما کارمند یک مجموعه این <تصفح> یه روز صبح از خواب بیدار میشی و به این نتیجه میرسی این مجموعه اون که من میخوام جاه تلوی نداره نمیرم <تصفح> سر کار جان سرود لیگ اروپا قراره بشنوم خب بشنو چی میشه مثلا من معذرت میخوام در هر حوزه دیگری از زندگی هر کارمندی بازیکن فوتبال کارمند باشگاهشه پول میگیری میای سر کار کارتو انجام میدی درو داش بده یهو حرف زدیم بازم حرف بزنیم مثالی که هزار بار زدیم که فرلاینو آره آره بله چیزی که مدیر باشگاه ازش میخواد آقا تو بعد باقی بمونی یعنی چی من میخوام برم از ناپولی با... و... نه اصلا می... نه نه, نه. چون قرارداد داری همینجا میمونی و مارادونا میگه که اوکی باشه میخواد منو زندانی نگهدار باشه ولی من کارم میکنم قهرمان میشن تو همون فصل با... میگه چش رئیس چش چش رئیس قرارداد دارم باشه که چیکار رئیسمه یه سلسله مراتبی وجود داره یه دوت کارمند اداره به همین سادگی خب چون میگه میگم جای گاه این بازیکن‌های فوتبال یه چیزی فرازمینی شده و خودشونو بالای تمام قوانین و ضوابط و روابت میدونن هر وقت هر کاری میخوان بکنن هاکمنتری آره صبح از خواب بیدار بشی به این نتیجه برسه که تیم جاغ طلب یا لازم پاستا میخوان کنم اصلا همچین چیزی نیستش خب کاری ندارم در حال میدونیم که امروز سفر یونایتد برای پیش تایلند فکر کنم امروز فردا همین یکی دو روزه به حال با تیمم پرواز نمیکنه تمومه که رونالدو که <sus Toyota> احتمال زیاد میخوان قرارداد لیساندرو مارتینز هم قطعی کنن ظرف این یکی دو روز آره دیگه خیلی زحمت کشیده یونایتد در این هفته‌ای که بعد شاهکاره ببین یه بازیکن کلا خریده یونایتد تایرل مالاشیا مالاسیا لور تایرل آره لور تایرل لور تایرل یک بازیکن خریدین بعد تو چه پستی تو پستی که اصلا نیازی نبود حالا من شده تا فول بک سمت چپ داره فقط بابا الکس تلیس و لوکشا رو دارین اونجا برند ویلیامز هم نوریچ برگشته حالا شاید اونو دوباره قرضی بخواد حالا فعلا که برد. هستش همین. یعنی در تنها پستی که میگفتی هیچ ارجحیتی داش وجود نداره هیچ نیاز حیاتی وجود نداره تا تابستون چه میدونم سه فصل دیگه هم نگیریم بالاخره تلیس بازی میکنه بالاخره دالود ممکنه بازی کنه لوکشا ممکنه برگرده به فرم خوب یک سال پیش رفتین یه دفعه دیگه گرفت من خوب تشکر میکنم واقعا من نمیدونم اوکی تازه خیلی جدی و بودن که اگه نتونم مال سیار بگن دیوید رام هوفنهایمو بگیرن خیلی جدیه خیلی تو باشگاه احتیاج فول بک چپ داره کی با عقل که با, 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 با حالا داریم راجع به این گزینه ها صحبت میکنیم خب که چون موضوع الان اینه موضوع نیست که رونالدو دیگه برای یونایتد بازی نخواهد کرد که به نظر من حالا اون ایده که تو راجع به الکسن هاگ هم داشتیم راجع صحبت میکنیم بله به صورت کلی خب من میخوام بگم نه تنها در, آی... در, آیا در بلند مدت خب بلکه در کوتاه مدت و در هیچ مدت و هرچی مدت هرچی که میخوایی بگم به نفع منچستر یونایتده حتفان. چون یک, فرضیه نیست یک اصله یک اصل ثابت شده است پویان کریستیانو رونالدو در این مقطع اصولا که رونالدو خب ببین خاصیتش این بود از همون بگیم اوکی بهترین یونایتد سرالکس و بعد از سگانه 99 2007 2008 بازه 2006 تا 2009 دقیقا. کامل بگیم که سف قهرمانی قهرمانی پای پی در پریمیر لیگ یادمون نره قبلش بگم سف اصلا پیاپی قهرمان نشده بودیم یا چهار از یعنی یه... 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 نه دیگه ورود جوزه بود دو تا ب... مورینیو بود آره آره. یه دونه آرسنال, آرسنال بود حداقل سف از پشت سر دقیقاً سف یه دونه آرسنال دو تا چلسی پشت سر سابقه نداشت همچین چیزی برای سر که سه سال پشت سر هم یونایتد امکانه یعنی یک عزیز و عزیز نه به معنا ولی نسبت به کیفیت درخشان خودش یه عزیزی بود دیگه دوران گذار بود دقیقاً دوران گذار بود چرا دوران گذاری بود که قرار بود به واسطه رشد و پرورش یافتن وین رونی و کریستیانو رونالدو دیگه آخرین شماره نه کلاسیک یونایتد که یواش یواش کم کم همشون رفتن دیگه هلو. یعنی تو از مارکیوز بگیر دوایکیوک بگیر اندیکول بگیر بعد رود فرنیسته روی اومد که باعث شد اون کلیت 4 4 2 فلت کلاسیک کلاس 99 و نمیدونم اون خط میانی اصلا اون از بین بره خوبام سباسیان و رو من نشد همه این نه 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 منظورم اینه که وقتی که سر الکس پروتفایلی روی و فروخ خب به واسطه همکاری مجددش با کارلوس کیروش که اصولا اون نظام دفاعی رو بنا کرد برای تیم کاری ندارم تیم قطعا بخشی از بهترین مدافعین تاریخش رو داشت زوج خط دفاعی ریو فردیناند و نمانیا ماتیچ در اوج و پاتورا خب حالا خب. راست چه نمگاه هاگریز بازی کرد تو اون دوران فکر فقط دو بار وی آی پی پرمیر لیگ شد به نمانیا باتی... ماتیچ دیگه آره شاهکار بودن دیگه یکی آره. بهترین ویدیش ماتیچ کی ماتی... نمانیا ویدیچ شاهکار رفتم آره ماتیچ هم رفتم آره. آره. دقیقاً ولی آره. منظورم اینه که با اینکه ابزارش رو داشت یونایتد در اون دوران بهترین مدافعینش داشت ولی اون تعاملی که بین کارلوس کیروش و سر الکس بود باعث شد اون تیم فوق‌العاده ساخته بشه به واسطه چه ایده‌ای و ایده‌ام این بود که اگر به خصوص در بازی های چمپیونز لیگ حالا شاید توی پریمیر لیگ انقدی صادق نباشه تماما ولی توی چمپیونز لیگ ایده از اینکه ما در هر بازی ده موقعیت گل ایجاد بکنیم و متحمل چه میدونم چهار موقعیت گل بشیم برسیم آره. به جایی که در هر بازی بزرگ اروپایی چهار تا موقعیت گل ایجاد میکنیم یک موقعیت هم شاید به حریف نمیدیم یعنی بازی کنترل شده ی... کار نظر و نتیجه اون چی شد ام. یعنی در واقع میخوام بگم اون اولوشن و اون ای... تکا... تکامل, تکامل نهایی اون آره. تیم چیزی شد که در بازی بزرگ از اونجایی که سر الکس و کیروش همون موقع جفتشون به این نچرت رساله خب اینکه دفاع کردن اصلا در قاموسش نیست در دی ان نیست اصلا بلد نیست دفاع بکنن خب ما از مجموعه وین رونی، پارک چیسونگ که دو برش بازی می‌کردن و کارلوس تبس که حالا گای پشتش بود، گای حالا بازی نمی‌کنه، میگم هر چیزی به عنوان ست مهره فوق اولاده انرژتیک استفاده می‌کنیم با انرژی استفاده می‌کنیم که اینا خودشونو فدای تیم بکنن، 90 دقیقه بدون بجنگن خب دلست. که رونالدو جای خالیش پر بشه یعنی یه قول ج... نمیدونم دقیقا کیم حرفو میزد ولی با مزه بود که شما وقتی با کریستیان رونالدو در ترکیب اولیه بازی شروع میکنید <متصفح> یکی جلوید قبل از سوت <متصفح> ابتدایی داور ولی ده نفره ای آره، درست خب <متصفح> یعنی به حال گلشو میزنه ولی خب نمیدوه نمیدوه بله،, خب. بله بله خب. هم موقعی که جوان بودم به اون معنا آره. درست میگن در دی ان ای ژنش نیست اصلا همین بود بازی بزرگ اروپا اگه یاد که رونالدو اول همون موقع هم اون موقع چه میدونم 22 سالش بود چقدر بحث سن نیست نه بحث همون دی ان ای است بحث ذهنی خب دقیقا. بنابراین چیزی که حالا دیگه الان که در 37 سالگی واقعا هیچ انتظار منطقی ازش نمیکون پرس بکنه واقعا خب نکتهش اینه ببین کریستیانو رونالدو همیشه تیم ها رو وادار کرده که خودشون رو با اون تطبیق بدن و اون هیچ وقت حاضر نشده خودش رو تطبیق بده با مجموعه که داشته همین بحثی که این همه تو یکی دو سال راجع به کریم بنزما داشتیم و نمایش واقعا طلایی و بی‌نظیر طلایی سال زدنی سبست. و اصلا کم نظیرش در فصل پیش همین بود یعنی که رونالدو اونجا بود بنزما خودش رو فدای تیم و مجموعه می‌کرد به خاطر چی به خاطر میدونست که هدف وسیله رو توجیه می‌کنه اوکی من از زرق و برق افتخارات میکنم فصلی چهل گل خودم میگذارم برای اینکه ما سه فصل پشت دارم قهرمان چمپیونز لیگ میشیم تو ده. پنج فصل چهار بار چمپیونز لیگ رو میبریم ده. خب ولی حالا ما رسیدیم به جایی خب بحث من اینجاست ما رسیدیم به جایی که شما حتی اگر تماما کل مجموعه از مربیا گرفته تا بازیکن و خودشون رو فدای کریستیانو رونالدو بکنن باز همون نتیجه قایی حاصل نمیشه که توجیهی پیدا بکنه برای اینکه تمام اصول اصولی که وجود داره رو شما زیر سوال ببرین که رونالدو قدم بزنه و حالا توپایی که بهش میرسه گل بزنه پویان آمار معنادار رونالدو با یونایتد در این یک فصل بازگشت شوم این بود خب شوم کلمه مناسبیه واقعا همه گفتن که اوکی بذار این جمله رو یه بار یه تکرار بکنم چون راجبش حرف زدیم یه وقت بخ... ریاکارانه بحث جلوی نه باید. باید. اما نه. همون ابتداش هم من وقتی به حدی از خوشبینی راجع بازگشت کریستیانو رونالدو داشتم تو کامل بدبین بودی یعنی ما از هر دو سمت ماجرا به حضور رونالدو چه از ورودش چه اون دوران میانی حضورش در یونایتد در یک سال اخیر و چه حالا که داریم به نتیجه گیری یعنی ما از دو سمت ماجرا به کریستیانو رونالدو نگاه کردیم اصلا جمله ابتدایی من همین بود گفتم آره بار, بار نوستالژی واقعا دارن تو آب دقیقا. دقیقا. نمیدونم چقدر خوشم ولی به لحاظ منطقی مغزم به میگه نه 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 همیتون. قلب شت، حرف نزن هلو هلو. هلو. به هر حال منظورم اینه آمار فصل پیش رونالدو که بهش اشاره میکنم و میگم این بحث بسیار بسیار غلطه من دام. واقعا تو عمرتون فوتبال دیدین این موزه و این روکرداری رو نسبت به عملکرد رونالدو و یونایتد اینکه رونالدو فصل پیش در پریمیر لیگ 18 تا گل زد فقط صلاح و سون بیشتر از اون گل زدن نمیدونم گلزن بعدی یونایتد بعد از رونالدو برونو بود دیگه 10 تا 11 تا هر چیزی اگر رونالدو نب... اگر گل های رونالدو نبود اصلا یونایتد از دور گروهی هم صعود نمی کرد گروه چمپیونز لیگ صعود اگر این تیم داغان رونالدو رو نداشت چی میشد خب مم. مم. غلط این بحث حتماً، فرض اولیه به خاطر اینکه آمار معنادار اینه اوکی کریستیانو رونالدو فصل پیش 18 تا گل زد برای یونایتد خب یونایتد در جایگاه ششم لیگ رو به پایان با پایین امتیاز ممکن در, امتیاز در تاریخ در تاریخ پرمیر لیگش خب با فکر میکنم بدترین آمار دفاعی تو 3 سال 4 سال آره خیلی آره. هم چیزی که تو زگ نبود 100 تا گل خورد همون با. یعنی بهترین فصل دخیا <تصف> که تنها عامل ثابت دوران پساسر بوده این بالا مون ولی میخوام منظورم اینه که آمار این بود خب تیم ششم تموم کرد رونالدو 18 تا گل زد ولی کلا یونایتد اگه اشتباه نکنم الان امیدوارم اشتباه نکنم 57 تا گل زد اینم فاجعه است فصل قبلش بدون کریستیانو رونالدو اه. خب یونایتد در جایگاه دوم لیگو به پایان رسوند خب تیمی که یک هویتی پیدا کرده بود تیمی که مشخص بود قراره چطور بازی بکنه اوکی قطعا الگانا سولشر با عنوان مربی محدودیت های خیلی خیلی جدی داشت اطمان. ولی حداقل یک تیمی ساخته بود که تو سه بار چهار بار سیتی رو بردن دوم شدن به کلی فینال اروپا در مسیر منظورم اینه که ورود رونالدو خب اون فقط تیم بالا نزدیک فکر کنم 78 تا گل زد خب یعنی آره. حدود 20 گل فاصله داشت آمار معنادار اینه دقیقا. رونالدو درمان نبود درد بود به واسطه رونالدو تیمی که یک هویت مشخصی گرفته بود با محدودیت های واضح خودش آره. تبدیل شد به یک اوکی بهترین اصطلاح تبدیل شد به یک نه فقط باشگاه نه فقط تیمی که درون زمین بود نه فقط بازیکنان رو نیمکت بودن کل مجموعه باشگاه بدل شد به یک دارال مجانینی که اختیارش رو مجانین به عهده گرفتن مجانین دارن ادارش میکنن آره تو تو بعد فنیه یعنی نه در بال کلی من دارم یعنی کلا نابود شد همه اون در واقع که حالا یه کاراکترهایی مثل رونالدو از خودشون ممکنه به بذارن در رخکن. رخکن و چند دسته بکنن اون چیزای اضافه بر موقعیت فوتبالی همین آماری که خودت گفتی ببین آرش اساسا این باسه با برگردیم به با اون پگمنتری مس که به خاطر اینکه فوتبال یه بازی گروهیه و در سالهای اخیر بیش از حد دارن روی آمارهای فردی مانور میدن به معنای اینکه این, این بازیکن به لحاظ فردی مثلا هزار تا گل زده خب باشه آفرین خیلی, خیلی. میگه کانتکست رو در نظر ده. دقیقاً دقیقاً یعنی خب اون بازیکن دقیقاً تو چه کانتکستی تونسته گل بزنه تنهایی که بازی نکرده مثلا یک به 11 نرفته که مثلا گل بزنه هاتریک بکنه که 10 تا بازیکن کنارش بودن بهش کمک کردن گل بزنه درنچه این بازی تیمیه این بازی گروهیه این وزنه برداری نیستش که مثلا یه ضرب اگه 200 مثلا 12 کیلو زده باشه یه معنی باشه نه این در بازی تیمی باید اون تیم اون خاصیت رو پیدا بکنه که رکورد فردی اون بازیکن معنا پیدا کنه راجع به کریستیانو از وقتی که از رئال مادید رفت وارد هر جایی که شده فصل به فصل بررسی میکنیم راندمان تیم عملکرد کیفی تیم رو پایین تر آورده وقتی که وارد یوونتوس شد اون یوونتوسی بود که فصل پیشش به فینال چمپیونز لیگ رسیده بود حالا تو اون بازی رفت و برگشت جلوی خود رئال مادید اونها از دست دادن براش تا تورین به خاطر اون گل برگردون کف زدن دست زدن و رفت در یوونتوس به این معنا که ما الان همه چی داریم ما دوباره به فینال چمپیونز رسیدیم فقط یه آمال کریستیانو رو کم غیر از اینکه حالا یه در کالای تجاری هم بود یعنی فقط قرار نبود کریستیانو بازیکن فوتبال باشه که عملکرد کیفی یوونتوس حالا یه کالای تجاری بود و در ادامه همون روکر بیزینسی که آنیلی در نسبت با فضای فوتبال صنعتی شده همین سال‌ها داشته ولی خب اون چیکار کرد اون در نهایت در پایان اون فصل الگری مجموعه و مدیریت رو به این باور رسون که نه الگری برای تیمی که بخواد کریستیانو هولش چیده بشه زیادی مربی دفاعی و دموده دموده است ما باید بریم سراغ فوتبال مدروز اوکی رفتن سراغ فوتبال مدروز رفتن ساری آوردن ساری بال راجبش صحبت کردیم من فکر می‌کنم توی یکی دو تا اپیزود دقیقا همون دوران ابتدایی پادکست خب موقعی که خب ساری اصلا سرمربی یوونتوس بود هنوز و قهرمان لیگ شدن راجب ساری بال مفصل صحبت کردیم یکی دقیقا یکی از یکی از پازهای مهم یکی از مهمترین موانع در ران شدن ساری بال در یوونتوس اون اونفس کریستیانو رونالدو بود ام. چون هر برخور هر ضربه اضافی به توپ هر مکس بیدلیلی در نسبت با توپ هر ایستادنی هر ایستایی که اون روند و اون ریتم و اون تکابوی ساری بال توش وقفه یا پاوز ایجاد بکنه خب مانع در نشه کریستیانو خودش بزرگترین مانع بود برای اون شکل بازی در نشه یوونتوس در پایان فصل گفتن نه ساریبال خوب نبود برای کریستیانو ما کریستیانو رو داریم در نچ بازیکن مهمه نه مربی خب ساری گذاشتن کنار پیلو رو آوردن باز یه رویکرد مدل مدل روز با چه میزان تجربه ای در زمینه مربیگری صفر سف در همین هیچ 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 مطلق کامل و اون آوردن و اون اتفاق و خام باز در یوونتوس و پیلو خودمون میدونیم تو چه شرایطی کریستیانو رونالدو یوونتوس رو, رو ترک کرد یعنی دست مجموعه یوونتوس رو تو پوست گردو گذاشت حالا الان پس به ما خیلی لطف کرده که قبل از شروع فصل اعلام کرده که من نمیخوام برای شما بگم بز... فصل شروع شده بود ا... برای ال... من خوشحال باشیم بابت این از موضوع از 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 نسبت با یوونتوس اوکی مرسی کریستیانو ولی و... نید. باز به قول تو هرش حتی بازی که گل هم زد تو پیران زشته یوونتون کیت زشته یوونتوس اون کیت عجیبه چی گواش در روی کردن چیکار کرد ولی گل گل آفساید اعلام شد یا نشد یعنی لیگ هم شروع شده بود برای یوونتوس هم بازی که تو شرایط تیم تر کرد و نکته یوونتوس و الگری فصل پیش حالا غیر از اینکه یه فاصله افتاد و برای خود الگری که انگار حالا یه چیزایی از مربیگر یادش رفت که این شوخیه ولی خودش اعتراف کرد یه چیز هر حال شوخی جدی دیگه ولی دیگه چیز واقعی راجب یوونتوس فصل پیش اینه که اون یک هرمی بود که یک استوانه ای داشت استوانش کریستیانو رونالدو بود وقتی استوانه رو گرفتن ازش اون هرمه کامل فرو پاشید درنچه الگری یه فصلش با خودش فکر می‌کرد که من الان با این اسکواد نامتوازنی که این تیم هر یه مربی داشته و اون ستارش و اون استوانه هرم هم از دسته چجوری اساسا باید یه ترم طراحی تر بکنم چجوری باید یه تیم داشته باشم شکل بازیمون چی اصلا قرار چجوری فوتبال بازی کنیم؟ 100 درصد پویان واقعا باشه اصلا لئوناردو صحبت کرد بعد که از اینکه رونالدو جدا از باشگاه گفت ما کلا سیستم بازیمون تغییر کرده بود اصلا به واسطه تغییر مربی هم نبود چون شما وقتی رونالدو رو دارین باید همه برای رونالدو بازی بکنید اصلا موضوعیتی نداره حضور رونالدو و من میخوام بهت بگم که تمام مشکلاتی که یووه فصل پیش داشت خب اگر رونالدو در تابستون میرفت خب اونا زودتر میرفتن سراغ دوشان ولاویچ حداقل از اول فصل شماره 9 داشتن میدونستن می که باید یک فرم دیگه بازی بکنن من با میخوام بگم رونالدو نه تنها در حضورش باعث پس رفت یووه شد بلکه در غیابش هم به اونا ضربه و ضربه ضرر زد میدونی یعنی همه اینا و ببخشید در ادامه این چیزی که داشتم میگفتم ورودش هم یونایتد همین چیزی که خودت گفتی ام. اوکی سولشر محدودیتاش مشخص بود توان کیفیش مشخص بود منتها چیزی که راجع به یونایتد سوسیال وجود داشت اینه که اونها در یک پیشرفت پلکانی قرار داشتن ام. خب اگه از ورود سولشر در نظر بگیریم تا حالا پایان اون فصل که اونها نایب قهرمان لیگ شدن با هم آمار گلزنی خود بهش اشاره کردن اروپا و پنالتی باختن درود. و آل... درود اونا به شکل بازی رسیده بودن بر اساس اینکه حالا جلوی تیم های ضعیف تر با حضور برونو و حضور اون در حقیقت بازیکن های سریع خرگوش مثل در حقیقت مارش... مارسیال و رشفورد و گرین‌وود و... و اینا با این سه چهار تا اون بالا با تیم های ضعیف تر در حقیقت تره تو بازی داشته باشم بازی خوش رو و تو بازی هایی هم که به لحاظ تاکتیکی دست پایین تر دارن یه جور فوتبال واکنش گرا با تمامن. حضور همون مکفرد و اینکه بتونن از اون انتقال ها و از اون دقیقاً تون تو از انتقال بتونن از تو ضد حمله ضربه بزنن که اون بورد هایی که در سیتی داشتن حاصل همچین چیزی بود یعنی تیم معنی داره دیگه این میزان پیروزی مقابل پپ گواردیولا دقیقاً و یعنی تیم یه جور منطقه دوگانه بازی پیدا کرده و در نسبت با تیم های تر در نسبت با تیم های قوی خب ورود کریستیانو این منطقه کامل از بین برد کرد هرچی چی کاشته بودن دقیقا. در این چند فاز با سولشر همه رو پایمال کرد نابود کرد دقیقا اون از بین برد و خب مثلا این اتفاق فصل پیش وجود اون شکست چاری که در بر واتفور اون شب غم که دیگه مثلا یه صرف کندگی بله دیگه آخرین بازی اون یه سرفکندگی بزرگ برای همه بود یعنی نکته این بود که خب حالا همه یه فلش ها به سمت سوشال رفت واقعیت اینه تو موقعیت لحظه ای بود که کاری جزی هم نمیشد کرد یعنی به هر حال بعد خارج اخراج میکرد تیم رخکن مجموعه طرفدارا همه اعتمادشون رو به سرمربی از دست داده بودن و برای اون در حقیقت استوره دیگه خیلی در ناراحت کننده بود حضورش برای طرفدارا که ببینن استوره قدیمی باشگاه انقدر تحت حجمه و فشار قرار گرفته ولی خب مقا... یکی از مقصرین اصلی اون شکست خب اگه مقصر اصلی نباشه کریستیانو بود یعنی با حضور کریستیانو بازگشت کریستیانو یونایتد در ظرف چند ماه به جای رسون که از نایب قهرمانی پرمیر لیگ با اون شکل بازی به تبدیل به تیمی شد که اونقدر منفعل اونقدر دست و پا بسته اونقدر راحت جلوی واتفورد 4 یک بازی رو باخت تحقیر شد جلوی واتفورد دیگه اصلا در کلیت فصل قبل حتما اون یه چیزی راگنیک هم همین بود دقیقاً اون آنانس آنانسی بود آرش از قل... چیزی که قرب راگنیک که شوی چیز راگنیک هم خودش یه پورمنت مربی باید توضیح بده برای بازیکن که چرا تعویضت کردم در حالی که تعویضی که کرده منجر به زدن گل تیم شده و هره. تیم بابت تعویض بازی رو برده ولی تمرکز دوربینا همه رو کریستیانو رونالدو داره نقنق میکنه قرقر میکنه چرا من زمین کشتی ولی قاسمم تا گل دیگه به, به جای اینکه حواسش به تیمش باشه داره به با اون دل داره پسرم حالا میشه خودت یاد وقتی مربی شدی تعویض به چه معناه <تصفح> بعد چند سی و شف شف سالگی اوکی یعنی باز به بازیکن مثلا اوکی ببین مسئله رونالدو اینه خب الان راجع به بگم باز برگردم به حرف اولم که باز در ادامه این چیز روایی که داریم میگیم فوتبال یه بازی گروهیه فوتبال یه بازی فردی نیست این این میزان خودخواهی فردی کاملا غیر طبیعی و من میخوام بگم ام سالم نیست <تصفح> ناسالمه حالا اگر از کلمه دیگه استفاده نکنم میگم ناسالمه این این لطمه میزنه به شکل طبیعی فوتبال بازی کردن تیم ها لطمه میزنه و کریستیانو رونالدو احتمالاً یکی از آخرین نمونه هایی که میتونه همچین کاری بکنه چون با این بازخورد هاش آخه فرهنگ سازی همچنان غلطه من من بازخورده به سمت بدی میریم همچنان حالا یه بخشی شاره یه بخشیش نه من بازخورد های منفی زیاد دیدم ظرف مدت نه فقط از طرف من طرفدار منچستر یونایتد نسبت به کریستیانو رونالدو که تو داری, آه، 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 آه. داری این کارو توی چند فصل سه چهار فصل با تیم های مختلف اینو تکرار میکنه و هر فصل مربی اخراج میشه یک فصل بعد از مادرید دو, فصل پی یه مربی نداشته یه معنی داره این دیگه خیلی فکت اجازه بده از این واقعا فکت غریبی آره اوکی. یه چیز دیگه میخواستم نه میخواستم یه اینجاست پویا یعنی اون چیزی که گفتی ببین من قبول دارم خب ام. کریسیانو رونالدو چرا همچین پدیده شده اه. یعنی در یک فضای ایزوله به عنوان یک بازیکن در قاموس انفرادیش بله. یکی از بزرگترین بازیکنانی که تاریخ فوتبال به خودش دید دیگه آمار که دروغ نمیگن میزان گل هایی که مثلا رسونده میزان جام هایی که برده خب از تیم ملی گرفته تا مادری تا یو به هر خب دلیل ای. این که رونالدو همچین بازیکنی شده اولا یک این کاملا مثبته اینه که خودشو وقف حرفش کرده خب بدن از بدنش مثل یک با بدنش مثل یک معبد برخورد میکنه یعنی اگه یک قطره آب اضافی احساس بکنه که یکی از اون عضلاتش رو دوچاره ب... دو چه میدونم دوچاره کاهش بافت عضلانیش میشه اون یک قطره آب مصرف نمیکنه خب این 100 درصد بیشترین میزان احترام و قائلم برای آدمی که در هر حوزه از زندگی خودش رو اره. وقف کاری بکنه اطفع. که در اون بهترین باشه خب؟ ولی تو خود همون هم آراش ببخشید من اینو میگم باید یک تعادلی وجود داشته باشه خب ببین تعادل یعنی اینکه این این خودتو جور همه جوره وقف کاری بکنی در نهایت منجر میشه به این خودخواهی خب افسارگسیخته وحشتناک خب غیر قابل تحمل خب یعنی ارگانیکه همینه نمیتونی این قسمت رو داشته باشی خاطر. همینو میگم دیگه اون میزان خود رو وقف حرفه ای کردن بعد در با باید تعادلی باشه یه خورده مثلا چه میدونم یه خورده باحال تر باشه یه خورده فان تر باشه یه خورده مثلا با هم تیمیاد یه خورده مثلا خوشم نمیدونم یعنی نیست دیگه زیادی جدی همه چی رو میخواد همه تروفی ها مال تو اوکی بردا ببر خب بعدش کریسیان رونالدو نه تنها بین فوتبالیست ها بلکه بین تمام انسان هایی که نه تنها در این عالم بلکه مهم. تمام عوالم موازی که دیگه ثابت شده وجود داره مهم. خودخواهت یکی از خودخواهترین خودپسندترین خودشیفتترین خودمهورترین واقعا میگم موجوداتی که هممون تو زندگی اون دیدیم و باعث همین اخلاق و رفتار و منشش که باعث میشه همچین پدیده ورزشی بشه آره یه بخشش از خود کریستیانو میاد یه بخشش حاصل مدل برندسازی ورزشکارا تو اون شکل آمریکاییه ولی رونالدو از اولش هم همین بود. آره، بود که میگی رونالدو بود. از اول همین بود. بود ولی مثلا این توی پگمنتری میگم بعد بعد تو میگه پوگ... ارجاع شده دیگه دقیقاً خب همینه دیگه همین داره <applause> <applause> چیزای دقیق باگای بزرگ فوتبال امروز وقتی صحبت میکنه خودش یک مج... سلسل سلسله جبال باگه دیگه اون پرگمنتری راجبه چیزش میشه همه چیزش میشه صحبت کرد نکته اینه که اونجا پوگبا میگه میگه من عاشق این آرزوم اینه شبیه لبرون جیمز و مایکل جوردن بشم اونا هم ورزشکار بودن هم شمایل بودن بیزینسمن بودن کار تجاری میکردن فلا اینا این, این مدل برندسازی ورزشی آمریکاییه خب okay. و اون مدل چیزی که فوتبال صنعتی امروز به لحاظ رسانه ها به لحاظ اون بازار سوشال مدیا تبلیغات همه چی انقدر دیگه توش افس... این میزان شدت زیاد پوک... میزنه اون آخر، اون دوامن. مارکت دست اونه یعنی اون تعیین میکنه اون اساسا این شکل و این مدل بازار رو به وجود آورده میدونی اون قبلش بسکتبال داشته قبلش بیسبال رو داشته هر چیزی حالا هر شکلی که داشتن و این در ادامه اونه ما مثلا 10 سال پیش همچین چیزی نداشتیم ما 10 سال پیش 15 سال پیش بهترین بازیکن های هر دوران زیدان مگه مثلا باش همچین برخوردی میشد اصلا قابل مقایسه نیست دیگه شخصیت اون فوتبال با شخصیت فوتبال درود بر تو یعنی من همین دارم میگم یعنی میگم آقا این فوتبال همه چیز شلب شده مدل بازار و مدل تبلیغات و مدل شمایل سازی ما فقط راجع به کریستیانو رونالدو فوتبالیست سی ار 7 رو صحبت نمی کنیم درم اجب بیزینسمن صحبت می کنیم که یکی از کاراش فوتباله و حالا یکی از مهمترین کاراش که باعث شده اون آدم بشه ولی براش همه چیز یه بیزینسه یعنی داره به این فکر میکنه که چجوری با ورود به باشگاه دیگه و آمار گلزنی این بیزینس کیفیت بیزینسش رو بالا نگه داره اصلا برایش مهم نیست وضعیت اون تیم اصلا برایش مهم نیست منچستر یونایتد اون, اون جاییه که بهش امکان رشد و پیشرفت و دیده شدن داده این حرفا زیادی حرفای سنتیه در نسبت با این فاز زیادی سنتی یا زیادی مثلا رمانتیک ممکنه باشه با اینا واقعیت انسانیه اینا واقعیت زیست آدمی زادیه و در نهایت ببین پویا مسئله اینجاست رونالدو وقتی به یونایتد اومد که یونایتد نیازی به هیچ گونه شماره نه جدیدی نداشت چه رونالدو باشه چه هر کس دیگه بخواد اینکه ها... یادمون ما موقع ادی کاوانی هم داشتیم حتی... کاوانی قرار بود که بازی بکنه با یعنی با همه چی سر جاش بود دلیقا. یونایتد به رونالدو لطف کرد خب که اونو برگردون و رونالدو در شرایط تیمو ترک کرد که اتفاقا الان بهش نیاز داشتن و میگم اریک تن حالا وارد اون فرضیه تو میشیم که چقدر سیاست مداران شاید شرایط رو جوری جلوه داد جوری پیش برد رفتار راه دورش با رونالدو جوری بودش که به صورت ناملموس اونو وادار به ترک کرد که میگم اگر همچین هوش اریک تن هاگ داره من پس من خیلی آینده رو یونایتد روشن میبینم خب ولی منظره مثلا اینجاست رونالدو در شرایطی باشگاه داره میکنه که اتفاقا نیاز تو اول جایگاه مربی منچستر یونایتد گفته ما تیم من قرار حول محور رونالدو بچرخه معلومه چون جور دیگه نمیشه با این بازیکن بازی کرد خب و اینکه و نکته اوکی این توجیه که رونالدو برای اینکه میخواد حالا قبول اوکی شما 37 سالته به زودی چند ماه دیگه 38 سالت میشه با این بدن غیر عادی که داری اصلا بگیم تا 40 سالگی هم در همین حدی که الان هست دو سال دیگه مثلا و دیگه اوکی همین آه. باشه قبول که میخوای میگم هیچ لکه ننگین سیاهی مثلا روی کارنامه یه زر زرینت نیاد که بگی من تا آخر فوتبالم هر فصل چمپیونز لیگ بودم هیچ وقت لیگ نازل نشده در جنب اونجا که برم بعد تورنمنت دوم یوفا بازی بکنم با اوکی آره. okay. همه اینا قبول خب ولی اگه واقعا دلیل اصلی این بود آیا شما تازه هفته پیش به این نتیجه رسیدید که یونایتد فصل آینده بود در یوروپا بازی نه چمپیونز لیگ نه خب دلیل که واقعا آورده... نه دلیل که آورده اینه که باشگاه خیلی در بازار نقل و انتقالات بازیکن بزرگ عوض نشده من معذرت میخوام شما مدیر ورزشی باشگاه که نظر میدی راجع به همچین چیزی خب هستی آره مح... که آرش من دارم میگم فرای باشگاه این بیزینسمنه این یکی از مهمترین شمایل های که داریم توش زندگی که فوتبال چیه این یکی از مهمترین شمایل های که داریم توش زندگی میکنیم الان توی مثلا سوشال میدیا توی اینستاگرام بالاترین فالوور رو کی داره ما داریم راجع به این ارزش های کیفی این این جهانه این مقتضات فنی کیفی این جهانه به هر حال قرار شد که نمیخواستیم اسم این اپیزود رو بذاریم <تص> دیسه ها دیسه کریستیانو در جهان رفت آره ببین دیسه کریستیانو اصلا قصه نبود جدی میگم تمام این بحثا من میخوام به این نقطه برسیم که مقصد بعدی رونالدو رو پیش بینی بینی کنیم با توجه به شواهد و قرار. با توجه به شواهدی که وجود داره با توجه به سری منطق های مالی و فنی درسته و من میخوام بگم ایده یعنی فرض برنامه بر این نتیجه ای که میگیریم از این بحث نمیدونم موافقی یا من میخوام در یک جمله خلاصش بکنم رونالدو برای تیم آیندهش یک موقعیت نیست صرف بلحاظه بلحاظه به لحاظ صرفا فنی بلکه یک محدودیت بله به لحاظ فنی محدودیت به لحاظ بازاریابی و بیزینس و اینا یه کالای تجاری بزرگه که حداقل میتونن یه فصل امیدوار باشن از مواهبش بهره من هر چقدر تا جایی که خودش دوست داشته باشه آره تشخیص بده کارمن بره اداره یا نره آره خودش اداره بیاد خونه شون یا نه چ اینجوریه دیگه نسبتش با اداره اینه آره تعریف کار از اجرای رو باز تعریف کرده رونالدو <applause> <applause>